وضعیت بیمارستان خلیج فارس خب با توجه به شیوع بیشتر بیماری به این شکل بوده که مجبور شدیم هی بخشا رو به اصطلاح اضافه بکنیم، یعنی یک بخش کووید شده 2 تا، شده 3 تا، شده 4 تا، یک ICU اختصاصی برای کووید در نظر گرفته شد با توجه به تعداد زیاد بیمارانی که نیاز به بستری داشتن، مخصوصا اینکه با سویه جدیدی که فرم بیماریش، شدت بیماریش متفاوت از سویه های قبلی بود، در نتیجه نیاز به بستری ها خیلی بیشتر بود. با توجه به اینکه سویه دلتا خیلی راحت تر منتشر میشه، اگر توی سویه های قبلی یک بیمار شاید یک یا 2 نفر دیگه از اعضای خانواده رو مبتلا میکرد، رعایت میکردن، بقیه مبتلا نمیشدن، سویه جدید تقریبا با تمام کسانی که در تماس مبتلاشون میکنه و یک نفر وارد یک خونه میشه، حتی اگر توی اون خونه 10 نفر هستن، میبینین هر 10 نفر مبتلا شدن. به همین دلیل خب ما موارد بیمارمون بیشتر شده، به تبع اون موارد بستریمون بیشتر شده و به تبع اون مواردی که متاسفانه فرمای شدیدتری هستن که منجر به مرگ میشه. همجور که خودتون میدونین ما روزانه بالای 10 نفر در استان مرگ و میر داشتیم. شاید مواردی از مرگ و میر باشن که هیچوقت به بیمارستان نرسیدن و اصلا ثبت نشده باشن. به عنوان یک پزشک بیشترین چیزی که باعث غصه‌ام میشه اینه که متاسفانه تجمعات توی ایران کاملا آزاده، هیچ برخوردی با تجمعات نمیشه و نتیجهش بیمارانی هن که هر روز دارن میمیرن. خدماتی که سازمان تامین اجتماعی در بخش مراکز ملکی و بیمارستان‌های خودش در استان هرمزگان در دوران شیوع کرونا انجام داده، از ابتدای کرونا تا الان اختصاص 100 تخت بیمارستانی به صورت خدمات بستری به بیماران کووید بوده که این 100 تخت به اضافه 6 تخت مراقبت‌های ویژه بیماران کرونایی اختصاصاً برای درمان بیماران کرونایی در بیمارستان خلیج فارس تعریف شده. ظرفیت 60% از تخت‌های بیمارستانی ما رو بیماران کرونایی در واقع خدمت دارن می‌گیرن. همزمان با خدمات بستری، اتفاق دیگه هم که در بیمارستان خلیج فارس افتاده ارائه خدمات بستری موقت هست. در خدمات بستری موقت بیماران فقط جهت دریافت داروشون در واقع مراجعه روزانه خواهند داشت، دارو دریافت میشه و از بیمارستان در واقع خارج میشن. این باعث میشه که تخت های بیماران با یه مدیریت بهتری در واقع خدمات رو ارائه بدن. در حال حاضر ما برای این قسمت خدمات بستری موقت 9 تخت رو در نظر گرفتیم که از 8 صبح تا 12 شب تقریبا 120 تا 130 بیمار رو به صورت روزانه خدمات دهی میکنن. تعداد بیمارانی که به صورت سرپایی و مراجعه به مراکز درمانی در واقع در درمانگاه های بیمارستان ویزیت شدن تقریبا 7000 بیمار بوده و تا به امروز بالغ بر 3000 بیمار بستری در بیمارستان خلیج فارس مورد مداوا قرار گرفت. از اسفند ماه سال 99 طرحی رو سازمان ارائه کرد که جهت دریافت خدمات رایگان به بیمه شدگان سازمان کمک بسیار خوبی بود. در این طرح در مراکز شهرستان هایی که دارای بیمارستان ملکی بودند، اگر بیمه شده های بالای 65 سال سازمان به مراکز دولتی و یا دانشگاهی مراجعه کنند که تعرفه دولتی رو در واقع محاسبه می کنند، افراد بالای 65 سال از پرداخت فرانشیز 10% معاف هستند و اون خدمات در تعهد سازمان رو که در واقع سازمان پوشش میده و فرانشیزش رو در واقع قبلا بیمار پرداخت میکرد در افراد بالای 65 سال در این مراکز رایگان میشد. منتها در شهرستان های دیگه این شرط سنی هم برداشته شده و کلیه بیماران بیمه شده تامین اجتماعی ما در صورت مراجعه به مراکز دولتی و دانشگاهی فرانشیز خدماتشون رو که در تعهد سازمان هست و اون 10% سهم بیمار هست رو سازمان متقبل شده. قدم بعدی که سازمان در واقع داره برمی‌داره و میخواد به عنوان یکی از کمک کننده های درمان باشه، شرط سنی رو هم در مراکز
که دارای بیمارستان ملکی هم هستن برای بیماران کرونایی فعلا برداشتن. به جرئت میتونم بگم که پرسنل بخش خود من که دارم باهاشون کار میکنم تو این 6 ماه که تو از فروردین دیگه که بحران کرونا شروع شده و همینجور پیک زده رفته بالا، برای ضروری ترین کارهاشون هم نتونستن مرخصی بگیرن برن و حتی تو مرگ و میرهای عزیزانشون ندونستن مرهم خانواده هاشون باشن. و از شما خواهشمون اینه که رعایت بکنیم که همه به یه آرامش برسیم، از این تعداد مرگ و میرامون کمتر بشه. از نظر روحی من که خودم توی بخش تازه عمومی دارم کار میکنم، شاهد مرگ و میر عزیزان هستم، خانم با بچه کوچیک، مسن، فرقی نمیکنه. از نظر بحران روحی هم پرسنل تحت فشارن. شیفت های دو طبقه تو این لباس های ضد ویروسی که دارن میپوشن واقعا گرمای بخش طاقت فرساست. از طرفی باید تهویه هم داشته باشه به خاطر اینا کمتر درگیر بشن. گاهن من مجبور میشم به خاطر اینکه شیفتم خالی نمونه و کمبود نیرو داشتم، پرسنلم رو 19 ساعته مجبور شدم شیفت بذارم، یعنی یه شیفت صبح و شب. بعد با بچه کوچیک، و شما همه میدونید که تو این شرایط مهد کودک هم تعطیل بود.